با یه سلام گرم و سرشار از عشق و محبت نثار دوستان، بینندگان و هموطنای عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستید لبتون خندون، دلتون شاد و تنتون سالم باشه. امروز تصمیم گرفتم یه غذای بی نهایت خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. خودم که وقتی این غذا رو درست میکنم واقعا در خوردنش افراط میکنم. این غذا اسمش شامیرشتیه، یه غذای بسیار راحت و در عین حال خوشمزه و خوشخوراکه. پس با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. مواد لازم برای تهیه شامی رشتی: گوشت گوساله 500 گرم که میتونید نصفشو گوشت گوسفند و نصفشو گوشت گوساله استفاده کنید. هرچه چربیش کمتر باشه بهتره. سیر پوسکنده در صورت تمایل 2 حبه. لپه پاک شده 0.5 کیلو که به مدت 0.5 ساعت خیسش میکنیم. سیب زمینی پوست گرفته خام متوسط 2 عدد. پیاز متوسط 1 عدد. زعفران دم کرده غلیظ 3 قاشق غذاخوری. فلفل، زردچوبه و نمک به میزان لازم. تخم مرغ حدوداً 5 عدد. خب عزیزانم، حالا سیب زمینی رو که داشتیم و پوست کندیم به 4 قسمت تقسیم میکنیم. این شامی واقعا در نوع خودش بی نظیره. پیازارم به همین شکل به 4 قسمت تقسیم میکنیم. میتونید ریزترم بکنید تا کاملا پخته شه. سیرایی هم که داشتیم اونا رو هم خورد کنید. خب حالا تو ظرفی که میخواییم اینا رو آماده کنیم، تمام این مواد رو داخل ظرف میریزیم. قابلمه مون من داخل این قابلمه ریختم. نمک رو اضافه نمی کنیم، فقط فلفل و زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. گوشتی رم که داشتیم تو این مرحله به موادمون اضافه میکنیم. حالا در حدی آب بهش اضافه میکنیم که موادمون کاملا بپزه. لپه هایی رم که خیس کردیم به موادمون اضافه میکنیم. نمکو در آخرین مرحله اضافه کنیم. حالا لپرم توی آب کش ریختم، اونم داخل قابلمه میریزم، رو حرارت میذارم تا کاملا موادمون بپزه و هیچ آبی داخل ظرف نمونه. فقط مواظب باشید که موادمون ته نگیره. میبرم مواد رو روی حرارت بذارم. خب عزیزان، ظرفمون رو روی حرارت گذاشتم. ابتدا زیر گاز رو زیاد کنید تا کاملا به جوش بیاد. وقتی که جوشید حرارت رو متوسط کنید تا کاملا موادمون بپزه، له بشه و آبی داخل ظرف باقی نمونه. من در ظرف میذارم. بعد از اینکه موادمون پخت، بقیه کار رو فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم. خب عزیزان، حدود 3 ساعت گذشته. یه سری به غذامون بزنیم. همونطور که میبینید آب غذامون کاملا کشیده شده. تو این مرحله مراقب باشید که موادتون ته نگیره. چند دقیقه دیگه رو حرارت بذارید تا کاملا آبش کشیده بشه به این شکل. حالا مواد رو میبرم با گوشکوب برقی کاملا له میکنم. شما هم
با هر وسیله‌ای که دوست داشتید میتونید مواد رو کاملا پوره کنید. خب عزیزانم، من مواد رو تو این ظرف ریختم و حالا با گوشکوب برقی کاملا پیرش میکنم. یه مقدار که مواد رو پوره کردیم، تو همین مرحله زعفرون رو بهش اضافه میکنم. نمک و دوباره مقداری هم فلفل بزنید. یک ذره تستش به تندی بزنه خوشمزه تره. به این شکل کاملا مواد رو مخلوط کنیم تا مواد رو فشار بشه. این شامی واقعا خوشمزه است. من بقیهشم پوره میکنم و بهتون نشون میدم. خب عزیزان، من موادو کاملا میکس کردم، به این شکل در اومده. میبینید کشداره. خب حالا تو این مرحله من بهتون تقریبی 5 تا تخم مرغ گفتم که به موادمون اضافه کنیم. بعضی لپه ها تخم مرغ بیشتری به خودشون جذب میکنه، بعضی لپه ها هم تخم مرغ کمتری. ما دونه دونه تخم مرغ ها رو داخلش میشکنیم، هم میزنیم یکی که جذب شد دومی رو این کارو میکنیم. اگر دیدید ما نمیخوایم شامیامون شل بشه، در حدی که خودشو بگیره کافیه. خب یکی دیگرم من میشکنم، دوباره مواد رو با هم مخلوط میکنیم، کاملا هم بزنید تا تخم مرغا جذب شامیامون بشه. خب عزیزانم، من یکی دیگه جا داره بشکنم. ستا برای این میزان کافی بود. خوب که مواد رو مخلوط کردیم میبریم برای سرخ کردن. به همین سفتی که بشه کافیه، میبرم برای سرخ کردن. خب عزیزانم، مقداری روغن داخل مایتابه ریختم، روی حرارت گذاشتم تا کمی مایتابه داغ بشه. از موادمون یک مقدار بر میداریم به این شکل توی دستمون، موادمون رو حالت میدیم، یه مقدار پخشش کنید، وسطش رو گود کنید و مواد رو داخل مایتابه بندازید و اجازه بدید تا موادمون سرخ شه. روش دیگه هم که میتونید استفاده کنید، قاشق رو چرب کردم، یک مقدار از موادمون بر میدارم، داخل روغن میندازم و اطرافش رو با دستمون حالت میدیم به این شکل. دورش رو کاملا با دستتون مرتب کنید. به این شکل.
یک مقدار دستمون رو خیس میکنیم، از مواد بر میداریم، آب کنار دستتون باشه، به این شکل مواد رو با دستمون کاملا باز میکنیم، وسطش یه حفره ایجاد میکنیم، داخل مایتابه میذاریم، تمام مواد رو به این شکل آماده میکنیم. همونطور که گفتم دستمون رو یک مقدار خیس میکنیم، از مواد به هر اندازه‌ای که دوست دارید بر میدارید، به این شکل تو دستتون یک مقدار بازی میدید، پهنش میکنید، وسطش حفره ایجاد میکنید و داخل مایتابه میندازید. یا همونطور که گفتم با قاشق میتونید یک مقدار بردارید، به شکل کتلت حالت بدید. یکی دیگه هم من دوباره به اون شکل درست کنم. وقتی که توی مایتابه میندازیم با پشت قاشق کاملا حالت میدیم به هر مدلی که خواستید. به راحتی هم پشت رو میشه. حرارت هم ملایم کنید تا کاملا مغز پخت شه. خب عزیزانم، من تمام شامی ها رو سرخ میکنم، تزئین میکنم و تزئین شده شو خدمت شما عزیزانم ارائه میدم. خب عزیزانم، غذای ما آماده شد. شامی رشتی واقعا خوشمزه است، حتما توصیه میکنم درست کنی. من خودم وقتی این غذا رو درست میکنم واقعا در خوردنش زیاده روی میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه و یه آموزش دیگه، شما دوستای خوبم رو به خدای بزرگ میسپارم. در ضمن اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.